و اما خبر آخر سازمان بهداشت جهانی در بیانیه خبر مربوط به وقایع اربعین حسینی در کشور عراق را که روزنامه الشرق الاوسط انتشار داده بود تکذیب کرد سازمان بهداشت جهانی اقدام زشت و ناپسند این روزنامه عربستانی در انتشار اخبار دروغین و انتصاب آن به این سازمان را در این بیانیه به شدت محکوم کرد این سازمان افزود که قصد دارد عاملین این کار ناپسند که اعتبار این سازمان را زیر سوال بردن به دادگاه بکشد و احقاق حق کند سازمان بهداشت جهانی همچنین از تمام رسانه های جهان خواست اخباری را که از منابع غیر معتبر و غیر رسمی منتشر می شوند باستاب ندهند از سوی دیگر عدیل حمود وزیر بهداشت کشور عراق بعد از تماسی که با سازمان بهداشت جهانی داشت اعلام کرد اخبار منتشر شده در این روزنامه عربستانی خالی از صحت و اعتبار می باشد و ما مسئول دفتر روزنامه اشترق الاوسط در بغداد را مسئول آن می دانیم. و در ادامه افزود افرادگرایان با تفکر وهابیت قصد دارند با این اعمال اتحاد ملت عراق را از بین ببرند ملتی که در این ایام عزیز تحت پرشام امام حسین علیه السلام که نماد آزادی، عدالت، محبت و صلح است، روز به روز الفت و اتحادشان افزوده می شود. گفتنیز جمعی از فعالان رسانهی نیز از دستاندارکاران روزنامه و خواستند از اتهامات دروغینی که به شیعان نسبت دادهاند معذرت رسمی به عمل آورند تا در آینده شاهد چنین رفتار زنندهی نباشیم.